به نام ایزد منان، با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، به این بخش خبری شبانگاهی خوش آمدید. من محمد محمدی از استدیو خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام از بهشت روی زمین کربلا در خدمت شما خوبان هستم. با هم نگاه بیندازیم به سرخط خبرها. هشدار سازمان ملل از احتمال جنایات علیه بشریت در سینکیانگ. نگرانی ها از تشدید بحران غذایی و افزایش سوء تغذیه کودکان در یمن. وحشت در اردوگاه آوارگان میانمار، از کشتن مسلمانان توسط پهپاد تا روبودن پسران برای جنگ. کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در منطقه سینکیانگ چین هشدار داده است. این دفتر گفته چین با سیاست‌های سرکوبگرانه تحت نام مبارزه با تروریسم و افرادگرایی علیه اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان احتمالاً مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مشاهده نمایید. بر اساس گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، سیاست‌های سرکوبگرانه دولت چین علیه اویغورها در منطقه سینکیانگ شامل بازداشت‌های گسترده، شکنجه و نظارت فراگیر می‌شود. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود نوشته این ارزیابی را بر اساس مرور جامعه اسناد موجود از جمله داده‌های رسمی دولت چین، چارچوب قانونی و شهادت‌های منابع مختلف تهیه کرده است. در این گزارش گفته شده چین مرتکب نقض سیستماتیک حقوق بشر شده است که از جمله شامل جرایم بین‌المللی است که می‌تواند به ویژه به عنوان جنایات علیه بشریت مورد رسیدگی قرار گیرند. جرایمی که در گزارش سازمان ملل به آنها اشاره شده شامل بازداشت‌های گسترده و خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، سرکوب حقوق دینی و فرهنگی، کار اجباری و شنود گسترده است. بر اساس این گزارش، صدها هزار اویغور و دیگر اقلیت‌های قومی عمدتاً مسلمان به طور خودسرانه در مراکزی موسوم به مراکز آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای در بازداشت نگه داشته شدند. چین مدعی شده از این مراکز به عنوان بخشی از استراتژی خود در مقابله با افرادگرایی استفاده می کند. اما عملاً این مراکز به اردوگاه‌هایی برای بازداشت اقلیت‌ها تبدیل شدند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر میگوید شکنجه و رفتارهای غیر انسانی در این مراکز شامل ضرب و شتم، تجویز اجباری دارو و خشونت جنسی می شود و بازداشت شدگان گزارش دادند که تحت فشار مجبور به انکار دین و فرهنگ خود شدند. دولت چین همچنین فرهنگ اویغور و آیین‌های اسلامی آنها را از رهگذر تخریب مساجد، محدودیت‌های شدید بر پوشش دینی و ممنوعیت‌های گسترده بر آیین‌های مذهبی آنها به صورت سیستماتیک سرکوب کرده است. در گزارش سازمان ملل همچنین موارد زیادی از مجبور کردن اویغورها و دیگر اقلیت‌ها به کار اجباری در کارخانه‌ها بدون دادن حق آزادی جابجایی به آنها مستندسازی شده است. در این گزارش همچنین تأیید شده که دولت چین از فناوری نظارت پیشرفته از جمله تشخیص چهره و ردیابی تلفن‌های همراه برای کنترل و نظارت بر جمعیت اویغور در سینکیانگ و حتی اویغورهای ساکن خارج از کشور استفاده می کند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود تأکید کرده مقیاس و شدت این سرکوب‌ها به ویژه با توجه به گستردگی و سیستماتیک بودن آنها می تواند موجب شود این اقدامات به عنوان جنایات علیه بشریت مورد رسیدگی قرار گیرند. این کمیساریای در بخش پایانی گزارش خود خواستار انجام یک تحقیق مستقل از سوی نهادهای بین المللی برای بررسی بیشتر اتهامات نقض حقوق بشر و اطمینان از پاسخگو کردن دولت چین شده است. این نهاد حقوق بشری همچنین از چین خواسته است به ناظران بین المللی
از جمله ناظران حقوق بشر سازمان ملل اجازه دسترسی به سینکیانگ را بدهد تا وضعیت حقوق بشر در این منطقه به طور مستقل ارزیابی شود. مجتبی اخوند، مدیر سازمان مسلمان آزاده، اینجا همراه من هستند. سلام، خوش اومدید به استدیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. گزارش اخیر کمیساری عالی حقوق بشر در مورد جنایت بشریت علیه مسلمانان سینکیانگ را چگونه ارزیابی میکنید؟ سلام عرض میکنم و خیلی ممنونم که من رو در برنامه خودتون دارید. ببینید، متاسفانه گزارش هایی که از چین بیرون میاد بسیار محدود هستش، به علت اینکه زبان مندرین یا کانتونی که این گزارش ها درش نوشته میشه محدودیت ترنسلیشن و ترجمه درش هست. در مورد دوم این هستش، کسانی که این جنایت ها بر علیهشون انجام شده متاسفانه در سکوت مطلق هستند، یعنی خانم ها، بچه ها، جوان ها، مرد هایی که جنایت های بسیار زیادی علیهشون شده اونها در سکوت هستند، به علت ترسی که دارن از کشور چین یا جاسوس های کشور چین در کشورهای مختلف و صحبتی نمی کنن. پس محدودیت در اطلاعاتی که به ما میرسه بسیار زیاد هستش و باید اکتفا کنیم. متاسفانه جامعه جهانی باید اکتفا بکنه به خبرهایی که از چین و یا شاید ارگان‌های مستقلی که از بیرون هستن و احتمال بودن جاسوس درشون هست یا نیست، اکتفا به این نوع گزارش ها شده. پس اطلاعاتی که داریم بسیار محدود هست و فکر میکنم حتی به 30% از جنایت های واقعی هم نرسه این اعترافات. بله، هشدارها و انعکاس موارد نقض حقوق بشر در سینکیانگ چین چه تأثیری در کاهش فشار علیه مسلمانان و اوگوها خواهد داشت؟ من با چند تاجر که به چین مسافرت میکنم برای خرید کالا صحبت کردم. اونها محدودیت نمیبینن در نماز خوندنشون، در احتمالاً مساجدی که اونجا وجود داره. اوگرها به علت اینکه یک واجهه و یک ویو غیر ملی دارن، غیر چینی دارن، یک تمرکز بسیار بالای از طرف کشور چین در مورد اونها هست. یعنی کسی که اگه مسلمان باشه در شنگهای بره یه جا نماز بخونه. من خودم چین مسافرت کردم، بیرون یک معبد بودایی ها وایسادم و نماز خوندم، کسی به من کاری نداشت. کشور میدونه که تمرکز فشار رو بر کی و کدوم اقلیت ها مستقیما انجام بده و چون از نظر زبانی بین تاجری که میاد و بین یک اویگری که باز هم زبونش متفاوت از مندرین یا کانتونیز هستش، هیچ نوع رابطه بین اینها نیستش که بخوان همدیگر رو یک جا ببینن، صحبتی بکنن. و اویگرها زبان خاص خودشون رو دارن، تاجری که میاد کلا در یک شهر دیگه میاد. تأثیرش بر کسانی که از بیرون میان به عنوان توریست و یا به عنوان یک تاجر تأثیر خاصی نداشته و به عنوان یک شخص میان که نه ما راحت بودیم، رفتیم نمازمون در هتلمون خوندیم یا جایی که رفتیم، مثلا اگه کسی رو دیدیم بهش گفتیم سلام علیکم، کسی با ما محدودیت فشاری برای ما نداشت که کشور ما رو با باتون بگیره ببره. ولی اونهایی که در چین هستن، چینی هستن و یا اویگرهایی که در ملیت خودشون هم باز ملیگرایی بودنشون در چین مورد سوال هست از طرف دولت، اونها 100% زیر فشار هستن و هیچ نوع کاهشی در مورد اونها انجام نشده، بلکه اینکه اعتراف دولت چین به این که ما اجازه میدیم به کشورهای بین المللی و سازمانهای بین المللی بیان تحقیق بکنن باعث شده که اون لنز و اون سعی و تلاش از بیرون کمتر شده که میگن خب الان شفاف سازی از طرف چین شده و شاید محدودیت ها کمتر شده، شاید فشار ها کمتر شده. دیدگاه اون تاجر و توریست هستش و نه دیدگاه کسی که در چین مورد اون محدودیت هست و در اون محدودیت داره زندگی میکنه. بله، با وجود مساق‌های جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر در چین، چرا تاکنون هیچ گونه اقدام عملی از سوی سازمان ملل و جامعه جهانی برای جلوگیری و کاهش آن صورت نگرفته است؟ سازمان ملل یک مشکل خیلی بزرگی رو داره. این مشکل رو من خودم به شخصه دیدم. چون میخوان همه کشورها با همدیگه داد و ستد داشته باشن، سعی میکنن یه مقداری به هم آوانس هم بدن. یعنی امکان داره که یه کشوری در اروپا بخواد در مورد اویگرهای چین حرکتی بکنه، ولی چون داد و ستد تعاملات اجتماعی بینشون هست، از نظر تجاری هنوز بالای 70% دنیا، بالای 70% دنیا نیاز به کالای چینی دارن، خود کفایی ندارن. از نظر مالی خیلی از کشورها
مغروز به چین هستن و بدهکار به چین هستن، چون یه سری از پروژه های بزرگ رو چین میاد میگه که من تمام مسائل رو بر شما با قیمت پایین تری انجام میدم. وقتی این بده بستون و این داده ستت بین کشورها هست، در سازمان ملل هم به همدیگه فشار نمیارن. مثل یه هیئتی مونه که در هیئت همه افراد با همدیگه معاشرت دارن، خب بیرون هیئت هم همدیگه میبینن، سلام علیکم میمونه. پس از نظر کشورهای فشار نیست، نمیتونن یا نمیخوان. سازمان‌های غیر انتفاعی مثل سازمان مسلمان آزاده، ما هم سعیمون رو میکنیم ولی همصدا با ما خیلی کم هست و محدودیت‌های بسیار بالایی رو داریم. هرچه مردم چین خودشون بیشتر داستان‌هاشون رو شیر بکنن و بگن و اون سختی‌هایی که کشیدن رو به ما برسونن، جامعه بهتر متوجه میشه درد و غمشون رو و بیشتر میتونه باهاشون همسو بشه. بله، سپاس از شما مشتاق اخوان، مدیر سازمان مسلمان آزاده. برنامه را با چند خبر کوتاه پی میگیریم. در حالی که نمیتوان مزایای تلفن‌های هوشمند برای کودکان را نادیده گرفت، تحقیقات نشان داده است که استفاده کنترل نشده و زمان بیش از حد صفحه نمایش خطرات جدی برای آنها به همراه دارد. تحقیقات نشان داده است وقتی که کودکان زمان زیادی را با تلفن همراه خود می‌گذرانند، ممکن است روابط اجتماعی آنها کاهش یابد و توانایی آنها در برقراری ارتباط با دیگران مختل شود. استفاده مداوم از تلفن همراه و گوشی‌های هوشمند می‌تواند منجر به تنبلی ذهنی و کاهش توجه کودکان به کتاب و فعالیت‌های تحصیلی شود. کارشناسان هشدار می‌دهند پیتزاهایی که از مهمانی‌ها باقی می‌مانند و بیش از حد در محدوده خطر، یعنی دمای بین 4.5 تا 60 درجه سانتیگراد قرار می‌گیرند، می‌توانند منبع تکثیر باکتری‌ها و عامل مسمومیت غذایی شوند. به گفته کارشناسان، پیتزایی که محل رشد و تکثیر باکتری‌ها شده باشد، می‌تواند بیماری‌های گوارشی شامل استفراغ، اسهال و احتمالاً تب به همراه بیاورد. طبق مقررات وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا، پیتزا را می‌توان تا 4 روز در یخچال نگهداری کرد، اما مهم است که پیتزای باقی مانده را از سایر آلودگی‌ها در یخچال جدا نگه دارید. دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی نسبت به حملات گسترده اسرائیل به مناطق و اردوگاه‌ها در شمال کرانه باختری از اسرائیل خواست فوراً عملیات خود را متوقف کند. آنتونیو گوترش از اسرائیل خواست به سرعت عملیات نظامی خود را در شمال کرانه باختری متوقف کند و اقداماتی را برای محافظت از غیر نظامیان در کرانه باختری اتخاذ کند. همچنین به تعهدات خود در چارچوب قوانین بین المللی بشردوستانه عمل کند. این در حالی است که اسرائیل از ساعات اولیه بامداد چهارشنبه حمله گسترده‌ای را علیه مناطق و اردوگاه‌ها در شمال کرانه باختری به ویژه در جنین، تولکرم و توبس آغاز کرد. پاکستان می‌گوید مرحله دوم اخراج مهاجران افغانستانی را به زودی آغاز می‌کند. وزیر کشور پاکستان در دیدار با معاون یوناما گفته که هیچ کسی اجازه ندارد بدون مدرک اقامت در پاکستان بماند. در همین حال روزنامه دان به نقل از یک منبع خود گزارش داده که در مرحله دوم اخراج مهاجران از پاکستان، مهاجرانی که دارای کارت مخصوص شهروندان افغانستان هستند نیز اخراج خواهند شد. دور اول اخراج مهاجران افغانستان در تیر ماه سال گذشته آغاز شد که بیش از 600 هزار پناهجو از پاکستان اخراج شدند. مقام‌های محلی در بیمارستان مرکزی استان بدخشان می‌گویند که بیماری سوء تغذیه کودکان در این استان افزایش یافته و طی 5 ماه گذشته دست کم 26 کودک مبتلا به این بیماری جان باختند. مسئول بخش معلومات بیمارستان بدخشان گفته که حدود 365 کودک مبتلا به بیماری سوء تغذیه طی 5 ماه گذشته در این بیمارستان ثبت شدند.
شماری از ساکنان بدخشان فقر و بیکاری و تغذیه ناسالم را از عوامل افزایش بیماری سوء تغذیه در میان کودکانشان می دانند. در حالی که یمن پس از 9 سال درگیری با ناامنی غذایی مواجه شده، نگرانی ها از افزایش سوء تغذیه و تشدید بحران غذایی در این کشور افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها این کشور بحران شدید غذایی در میان آب و هوای شدید و کمبود بودجه مواجه است. آمارها نشان می دهد که بیش از 17.6 میلیون نفر در یمن از ناامنی شدید غذایی رنج می برند که 6 میلیون نفر در معرض خطر بالای سوء تغذیه هستند. بحران در یمن با محدودیت آب در دسترس برای کشاورزی و آب آلوده که باعث شیوع مکرر وبا می شود تشدید می شود. شوک‌های اقلیمی مانند سیل و طوفان به بخش کشاورزی آسیب رسانده، محصولات کشاورزی را از بین برده و معیشت مردم را مختل کرده و جوامع در حال مبارزه را به عمق فقر سوق داده است. یک دهه جنگ به زیرساخت‌های حیاتی یمن آسیب رسانده و منابع بسیار کمی را برای مردم یمن برای کمک به آنها در طول این بحران باقی گذاشته است. گزارش‌های اخیر افزایش 34% سوء تغذیه حاد را در میان کودکان زیر 5 سال در جنوب یمن نشان داده است. علاوه بر این 223,000 زن باردار و شیرده دچار سوء تغذیه حاد هستند. سطح سوء تغذیه در این استان‌های حدیده و تعز در شمال یمن به سطوح بسیار بحرانی رسیده است، جایی که نرخ آن به بیش از 30% رسیده است. شایان ذکر است که بیش از 600,000 کودک در یمن از سطوح مختلف سوء تغذیه رنج می‌برند. شبکه CNN در یک گزارش تازه‌ای گفته که شمار زیادی از مسلمانان روهینگیا با حملات پهپادی توسط گروه جدایی طلب میانمار کشته شدند. در این گزارش آمده است که پس از کشته شدن صدها نفر از جمله زنان و کودکان در حال فرار از ایالت راخین در غرب میانمار، نگرانی ها از پاکسازی قومی علیه جامعه مسلمان روهینگیا دوباره افزایش یافته است. ویدیوهایی که به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده و توسط CNN مکانیابی شده است، ده‌ها جسد را نشان می‌دهد که در سواحل گلالود رودخانه ناف که میانمار را از بنگلادش جدا می‌کند، پراکنده شدند. شاهدان و فعالان روهینگیا به CNN گفتند که یک سری حملات هواپیماهای بدون سرنشین در 5 آگوست به غیر نظامیانی که از جنگ و خشونت در روستاهای خود در شمال راخین فرار می کردند صورت گرفته است. گزارش های تایید نشده تعداد کشته شدگان را حدود 200 نفر نشان می دهد که در صورت تایید یکی از مرگبارترین حملات غیر نظامیان در جنگ داخلی 3 ساله میانمار خواهد بود. همزمان با این روبوده شدن پسران جوان و نوجوان روهینگیایی که در کمپ ها زندگی می کنند نگرانی تازه است که خانواده ها را به وحشت انداخته است. بر اساس گزارش ها تا کنون چندین پسر نوجوان از کمپ های آوارگان ناپدید شدند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار سازمان ملل از احتمال جنایات علیه بشریت در سینکیانگ. نگرانی ها از تشدید بحران غذایی و افزایش سوء تغذیه کودکان در یمن. وحشت در اردوگاه آوارگان میانمار، از کشتن مسلمانان توسط پهباد تا روبودن پسران برای جنگ. بینندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. شب همگی شما عزیزان به خیر. خدای دو جهان نگهدارتان باد.